of the night, when the full moon is bright, comes a horseman known as Zorro. This bold renegade carves a Z with his blade, a Z that stands for Zorro. Zorro, the fox so cunning and free. Zorro, who makes the sign of the Z. ایران فیلم تقدیم می کند. کنم. نه تا من نگفتم حق ندارید دروازه رو باز کنید. ولی یه خرس اون بیرونه ممکنه فرار بکنه. خرس الان کجا؟ نزدیک چای آبه. من همیشه میخواستم یه پوست خرس داشته باشم. سرجوخ دروازه رو باز کن. دروازه رو نباید احمد چاله پک وقتی من بیرونم چرا در رو میبندی اومدی تیر خطا را گروه پا نگی نارتی من به طرف شلیک کنم اونا خودم میخوام شلیک کنم ولی تو با تفنگاتون همراه من بیاید اگه من شلیک کردم و تیرم خطا را شما مواظب باشید Thank you.
سعی کردم بهش تیر اندازی کنم ولی توفنگم شلیک نکرد. مال منم شلیک نکرد. حتما اشکالی پیش اومده. این حرفت درسته. اگه اشکال پیش نیومده بود خیلی غیر عادی به نظر میمد. سرجوخه؟ سرجوخه من خیلی دیدم یه توفنگ شلیک نکنه. گاهیم دیدم دوتا توفنگ شلیک نشن. ولی تا حالا هرگز ندیده بودم که تمام توفنگا نتونن شلیک بکنن. اونم همشون همزمان با هم. تا حالا اینقدر توفنگای بی سر و صدا ندیده بودم. سرجوخه تو فکر میکنی باروت ما نم داشته باشه؟ نه رطوبت هم نداره گلوپان. پس چرا تمام توفنگا باید از کار بیفتن؟ ظاهرش خیلی عجیبه ولی رطوبت نداره. عجیبه؟ یعنی چی عجیبه؟ میشه گفت اصلا شباهتی به باروت نداره. گوشم مثل بوی باروت نیست و در ضمن مثل باروت هم عمل نمیکنه. مزدا شباهتی به مزه باروت داره. خب زیاد مطمئن نیستم. بازم امتحان کن. امتحان کن. مزداش مثل مزه باروته نه؟ درست نمیدونم گروپان، یادم نمیاد حالا مزه باروت چشیده باشه. بده به خواهی من. خب معلومه که توفنگای ما نباید شلیک کنن کله پک، چون این زغاله. آخه چطور میتونه زغال باشه؟ من خودم در یه بشکه باروتو باز کردم. حتما اشتباهی در یه بشکه زغال باز کردی بیشور. مگه ما بشکه زغالم داریم؟ مگه بشکه زغالم داریم؟ البته نه. پس چطور ممکنه یه بشکه باروت تبدیل بشه به یه بشکه زغال؟ من میدونم. میدونی؟ When I was a little boy we had a barrel of cider. But we let it stand too long and it turned to vinegar. What has that got to do with it? شاید ما باروتا رو بیش از اندازه نگه داشتیم و حالا تبدیل شدن به زغال. بچه خرس بزرگی هم بود دان دیگو. همه افراد ترسیده بودن و میخواستن فرار کنن برن تو قرارگاه، ولی من بهشون گفتم اصلا نباید بترسن. من گروه وان دیمیتری و لوپز گارسیا از شما هم محافظت میکنم. کاش کنجا بودی و میدیدی چطوری دنبالش میکردم دان دیگو. امکان نداره باورت بشه. آم همین الانم که دارم به قصت گوش میکنم گروه وان به سختی میتونم باور کنم. همیشه دلم میخواست یه پوست خرس بندازم تو اتاقم. فقط اگه میتونستم دستامو به اون خرس برسونم. خب چرا به طرف شلیک نکردی؟ یعنی پوست خرس هم سراغ کنم؟ آه الان منظورتو فهمیدم. گروه من مثل اینکه تو مشکلی داری. نه دون دیگو، من دون دیگو به نظر تو امکان داره که بارو تبدیل بشه به زغال؟ البته اگه زیاد بمونه. مسلمه که نه. کی چنین حرفی رو به تو زده؟ هیچ کس. کسی چیزی نگفته. پس برای همین بوده که امروز صبح تفنگا شلیک نکردن. شماها به جای باروت از زغال استفاده کرده بودی؟ این حقیقت نداره که تفنگای من نتونستن شلیک کنن. و به علاوه تو از کجای موضوع رو فهمیدی؟ برناردو هم اونجا بود. درست میگه؟ دون دیگو من نمیدونم چی کار باید بکنم. گروهبان بگو ببینم مشکل تو چیه؟ راستشو بگم باروت ما اصلا باروت نیست. زغال معمولیه که پودرش کردن شبیه باروت بشه. یعنی یه نفر باروت های قرارگاه رو دزدیده و جای اونا پودر زغال گذاشته. من افرادم رو وادار کردم این رازو به کسی نگن. درست نیست که دشمنان کشورمون بفهمن که ما تو قرارگاه اصلا باروت نداریم. آره کار عاقلانه ای کردیم. گالی اوقات جانشین فرمانده بودن اصلا کار آسونی نیست دون دیگو. منظورتو خوب میفهمم گروهان. بگو ببینم چه کسانی به بارود دسترسی دارن؟ راستش ما فقط چهار نفر هستیم. کپتان تولیدانو، سرجوخ ریس و خودم. برای این شد سه نفر. نفر چهارم کی؟ اون یه نفر رو منم نمیشناسم. نفر چهارم همونیه که باروت ها رو برداشته. گروهبان ممکنه فکر بدی نباشه اگه از تمام افراد قرارگاه بازجویی بکنی و ببینی که اونا متوجه چیز مشکوکی نشدن و اطلاع ندارن چه کسی باروتا رو با پودر زغال ساخته. با تو دندگو. حالا اگه اجازه بدی من برمیگردم به قرارگاه و بازجویی از افراد رو شروع میکنم. خیلی ممنونم دندگو.
سرجو خریست، لطفاً بیا تو. بشین. سرجوخه، ممکنه بگی تو دیشب بین ساعت 7 تا 10 شب کجا بودی؟ با شما بودم. لازم نیست تفره بری، جواب سوالمو بده. خودت یادت نیست گروه بان ما با هم رفتیم به دکونه نونوایی، من با نونوا شروع کردم به حرف زدن و تو یه تیکه شش. مجبوری هر چی داره که میدونی بگی؟ ولی خودت خواستی بگم. آره درسته، من خواستم، ولی نمیتونی یه کمی دروغ بگی مثل یک نجیب زاده. چیزی دستگیرت شده گروه بان؟ آره خیلی چیزا دستگیرم شده. I have learned that Private Mendoza last night lost 14 pesos in a game of bruja. سرباز مورالس شبا تو خواب حرف میزنه. سرباز سوتلوی بیچاره اصلا شبا نمیتونه بخوابه چون مجبور گوش بده ببینه سرباز مورالس داره چی میگه. ولی این حرفا چه ربطی به موضوع داره؟ کل فوک مثل که تو هیچ چیزی سرت نمیشه. این چیزا شاید به تنهایی زیاد مهم به نظر نیان، ولی وقتی سر هم گذاشته بشن آدم میتونه تصویر قضیه رو به دست بیاره. خیلی خوب میشه که تصویر کامل رو داشته باشیم، نه؟ سرجوخه، راستش من نمیدونم چی کار باید بکنم. میشه گفت بدون باروت ما بی‌دفاع شدیم. کاپتان تولیدانو به من گفته که یه عده از دشمنان کشور منتظر فرصتن تا با تمام قوا به ما حمله بکنن. خوب نیست که آدم انقدر مسئولیت روی شونش داشته باشه. اول فکر میکردم که فرمانده بودن کار خیلی جالبیه، ولی شاید تو بتونی بفهمی کی باروت رو دزدیدی. نه، تو آخرین سرباز قرارگاه بودی که ازت بازجویی کردم. تو از خانم تولیدانو هم بازجویی کردی؟ البته که نکردم، اون همسر فرمانده است. ولی تو گفتی که میخوای از تمام آدمایی که تو قرارگاه هستن بازجویی بکنی. خب اونم یه آدمه دیگه. آره درسته، اونم یه آدمه. فکر میکنم بهتره من دارم. بله؟ معذرت بخوام سینیورا، من به عنوان جانشین فرمانده مجبورم از تمام ساکنین قرارگاه سوالاتی بکنم. این شامل شما میشه خانم؟ بسیار خوب، چه چیزی رو میخوای بدونی؟ شما در مورد خب شاید شما چیزی دیده باشید، یه وقتی متوجه چیزی شده باشید، یعنی هر چیزی که به فکرتون میرسه همینطوری. من متوجه سوالتون نشدم گروه بان، مثلا چی؟ خب مثلا شما میدونید چطوری باید نه ببینم شما شبا تو خواب چیزی به فکرتون نمیرسه؟ من هیچی به فکرم نمیرسه. حالا مدتیه که دارم فکر میکنم باروتا چطوری از قرارگاه خارج شدن و میبینم تنها چیزی که از دروازه قرارگاه خارج شده همون جعبه های بزرگی بودن که شما آوردید و بعد دوباره خارج کردید. من که قبلا بهت گفتم اونا وسایل شوهرم بودن. توی اتاق کوچیک من با این همه لباس و اساسی که دارم جایی برای اونا نبود، اونا رو فرستادم به مهمونخونه تا بذارن تو انبار. او کاملا متوجه هستم سینیورا، ولی خب آخه هیچ چیز دیگه ای از قرارگاه خارج نشده. چطور جرأت میکنی از همسر فرماندهت بازجویی کنی؟ منو به دشمنی با شخص فرماندار متهم کنی؟ او نه سینیورا، من اصلا چنین منظوری نداشتم. خیلی خب، اگه سوالات تموم شد گروهبان، من میخوام به مهمونخونه برم تا مطمئن بشم که اساسیه شوهرمو جای مناسبی انبار کردم. چرا متوجه نیستی؟ فقط یه کم دیگه مونده تا گروبان غالبش اون جعبه ها که خارج شدن پر از باروت. ما به این باروت ها احتیاج داریم، نباید بذاریم اونا را از چنگمون در بیارن. شما اخیراً از طرف عقب چیزی نشنیدید؟ اون فهمیده که باروت های قبلی دوباره به قرارگاه شمالی فرستاده شده. از این موضوع عصبانی شده؟ تو انتظار داشتی خوشحال بشه؟ اون تصمیم داری که ظرف 4 روز آینده به قرارگاه ها حمله بکنه، ولی اگه باروت نداشته باشن موضوع کاملا عوض میشه و عملیات ما از مالترای تا سن دیگو به تعویق میفته. فقط همین رو کم داشتیم که اون گروهبان احمق بیاد و سینیورا سوالای عجیب بکنه. خلاص شدن از شر گروهبان کار منه، خود عقابم اینو میدونه. من خودم ترتیب گروهبان براتون میدم. تو میخوای اونو بکشی؟ راه دیگه ای نداریم سینیورا. تخصص من چه این کاره؟ Taking care of people who get in the way of the eagle. There is only مورد فقط یه اشکال وجود داره. چی؟ این یکی ها نمیشه توی قبر خالی جاش داره. Thank you.
سینیور. بهتره تکون نخوری سینیور. فقط میتونی دستاتو بلند کنی و بذاری روی سرت. بهت اختار میکنم سینیور، من در تیراندازی مهارت زیادی دارم. خب پس الزورا تو هستی. حالا مثل یه موش افتادی توی تله. You like the sergeant, Aralee. تو هم مثل گروهبان یه کمی زیاد از حد کنجکاوی نشون میدی سینیور. فکر میکنی اینجا تنها جاییه که میشه باروتا رو پنهان کرد؟ خیال میکنی میتونی دو دفعه پشت سر هم از یه حق استفاده کنی؟ اجازه بدین دست به جیبم ببرم. من یه پر بریده شده یه عقاب دارم که میخوام شما منو ببینید. مطمئنم که نظر شما کاملا تغییر میکنه. یعنی تو واقعا زورو نیستی؟ لااقل اجازه بدین مدارک خودم رو نشون بدم. اگه بخوای کلک بزنی سینیور، مطمئن باش به زودی تو هم به سرنوشت گروهبان دچار میشی. I do not know how or why you became involved in this, Senora, but it is a treacherous plot, hardly befitting the wife of a comandante. You should be helping us, Senor Zorro, not fighting against us. Everything we do for the ultimate good of California. Murder, treason, spreading misery in every way possible, this is for the good of California. The people are lazy, lethargic, contented. They are like a herd of sheep. Our only hope for California is for a strong man to take over. If you believe this, Senora, then you let someone make a fool of you. And now, if you value your life, you will explain to me that remark of the fat sergeant. What remark? You do not deny that the sergeant is fat. What have you done? What's going on down there? Listen, I could bind and gag you with your own scarf to prevent you from calling out. If I do not do this, will you promise to keep silent until I'm away from here? Your word of honor? Very well. I accept the word of the Spanish lady. کمک! زورا اینجا از اون درست پنجره توی زیر زمین خارج میشه! کمک کنیم! صدا در نیاد سرجیخه. من زورا هستم. زورا؟ بگو گروهبان گارسیا کجاست؟ من اونو ندیدم سینیور زورا. کجا رفته؟ موضوع مرگ و زندگی در کاره. اون با سینیور کوینتانا و سینیور فانتس از اینجا رفت. اونا رفتن کمکش کنن که باروتا رو پیدا کنه. کی رفتن؟ یه ساعت قبل، شایدم نیم ساعت. درست نمیدونم. بسیار خوب سرجوخه، روتو بکن به طرف دیوار و تا وقتی که تا صد نشمردی حق نداری روتو برگردونی، ولی خودم گوشاتو میبارم. یک دو سه چهار پنج. اینجا همونجاست آقایون، یعنی باروتا رو اینجا میشه پیدا کرد؟ باروتا همینجاست گروه، یعنی اینجا بین صخره ها قایمشون کرد؟ نه، به زودی میرسن اینجا. من پیشنهاد میکنم تو جایی باشی که بتونی جاده رو تحت نظر داشته باشی، بهتری بری یه گوشه اون طرفا. آه، پس یه نفر اونا رو میاره اینجا، درست آقایون؟ آره، همینطوره. کنم همینجا خوب باشیم گروهبان، همینجا بشین و تفنگتو آماده نگه دارم. یه لحظه من از جاده غافل نشم. چه مدت باید به جاده نگاه کنم؟ همینطور به جاده نگاه کن تا وقتی که ببینی یه گاری نزدیک میشه، اون وقت ما رو خبر. یه گاری پر از بشکه‌های باروت، درسته؟ آره، درسته. فکر میکنی به اندازه کافی دور هستیم؟ دیگه وقتشه، بعد برمیگردیم به شهر رو به همه میگیم آخرین دفعه که گروهبانو دیدیم داشت میرفت به طرف تپه‌ها که زورو رو دستگیر کنه. ولی مردم باور نمیکنن زورو از پشت گروهبانو با تیر بزنه. بذار هر جور که میخوان باور کنن. اون آدم گنده‌ایه، ممکنه با یه تیر کارش تموم نشه، بنابراین حاضر باش، بعد کارشو اسره کنیم. باشه. زورو! گروهبان! این یه
یه تله است. این دو نفر میخوان تو رو بکشن. آه نه سینیور زورو، شما اصلا متوجه نیستید. اینا دوستان من هن. اونا من آوردن اینجا تا کمک کنن باروتایی رو که از قرارگاه دزدیدن بگیرن. اینقدر این بر اونور نرو گروهبان، تو برای اونا هدف بزرگی هستی. همونجا کسی وایسا. من باروتشو گرفتم. انریکمن چیزی رو که نمیتونم بفهمم اینه که شما سه نفر چطور تونستین اجازه بدین زورو بازم فرار کنه؟ ما نمیخواستیم بذاریمون بره دون دیگو. میتونی باور کنی فقط اینقدر مونده بود که من دست گرفتم. خب پس چی شد؟ راستش خودم هم نمیدونم. داشتم دستامو نزدیک میکردم که بگیرمش و بعد تنها چیزی که یادمه اینه که توی گاری وسط میدون شهر بودم و سرجوخه ریز داشت واسه آب میریخ رو سرم. میدونی زورای بدجنس چی میخواست به من بگه؟ سعی میکرد به من بقبول اونا که دوستان خوب من سینیور کوینتانا و سینیور فرانتس خیال دارن منو از پشت با تیر بزنن. باید میدونست که من چنین چیزی رو باور نمی کنم. جهت دانلود فیلم های بیشتر به سایت اینترنتی ایران فیلم مراجعه نمایید.